یعنی یک مسیر پرخطا و طولانی در جستجوی مدراسیون و اصلاح و استحاله دیکتاتوری ولایت فقیه در طرفی قرار بگیرید که تاریخ حرکت می کند، در طرفی قرار بگیرید که برای مردم ایران آزادی به ارمغان می آورد. و این چنین بود که نبردی 7 ساله رو در روی استبداد مذهبی و همدستانش با 7 خانی از توطئه و هجوم و تهمت و نیرنگ با خون جگر طی شد. امروز روز اثبات اراده تاریخی ملت ایران برای برقراری حاکمیت مردم به جای حاکمیت مطلقه شیخکان پلیدی است که بوزینوار بر منابر پیامبر اکرم و ائمه اطهار جهیدند. اراده‌ای که با جوشش خون 120 هزار شهید راه آزادی میتوفد تا راهبندها و زنجیرها را یکی پس از دیگری از هم بگسلد و راه آزادی را بکشاید. زنجیرها را برداریم، ما هر یکی آهنگریم، آهنگران چون کلبتین آهنگ آتشدان کنیم، آتش در این عالم زنیم، این چرخ را بر هم زنیم، وین عقل پا بر جای را چون خیش سرگردان کنیم. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. مسعود رجوی، 7 بهمن 1387. چشمشون روشن و دشمنانتون بور و کور شدند. مبارک باد بر شما. هموطنان عزیز
تروریسم فرو ریخت، تلسم در هم شکست، مقاومت شما سیاوشوار از آتش افترای ظالمانه گذر کرد، قانون و عدالت را بر سریر پیروزی نشاند و حق مبارزه مردم ایران با 120 هزار شهید آزادی را اثبات کرد. درود بر شما. این است نقطه عطف تعیین کننده در مسیر تغییر دموکراتیک در ایران. این است آغاز یک دوران خجسته و این است تلیعه رهایی میهن اسیر. این پیروزی بر ایران و ایرانی مبارک باد. بر مدافعان عدالت و دموکراسی، بر قهرمانان شهر اشرف که این پیروزی نتیجه پایداری آنهاست، و بر آن که گفت مبارزه بر سر حسب یاوه تروریستی مبارزه ایست با پیروزی محتوم. آری، بر رهبر مقاومت مسعود مبارک باد. دوستان عزیز، من اینجا آمدم فقط برای دیدار شما و فقط برای یک حرف. شما بر اراده سیاسی دولت‌های اروپا در مماشات با آخوندها پیروز شدید. پس قطعاً بر رژیم آخوندی هم پیروز خواهید شد. یک روز مسعود گفت باید قبل از هر کس به دست‌ها و توانایی‌های بالقوه و بالفعل خود بنگریم. او گفت حق و عدالت و آزادی را به رایگان به کسی هدیه نمی‌کنند. باید که با 7 کفش و کلاه و عصای آهنین و با عزم و اراده پولادین و با عبور از دریای رنج و خون به آن رسید و آن را به دست آورد، و شما همین حقیقت را اثبات کردید. هفت سال پیش از همین نقطه و در همین خیابان کارزار شما علیه اتهام ظالمانه تروریسم آغاز شد. آن روز را هرگز تاریخ از یاد نمی برد. آن روز که شما در همینجا فریاد کشیدید هیهات من نزله، مبدعان لیست گذاری بارها گفتند که به درخواست رژیم آخوندی نام مجاهدین را در لیست گذاشتند. آنها به خاطر رژیم خود را به رسوایی کشیدند و سرانجام ناگزیر از پذیرش عدالت